5 ثانیه. بعضی وقتا فقط 5 ثانیه دیروزود شدن میتونه تمام زندگی ما رو برای همیشه عوض کنه. اگه 5 ثانیه زودتر راه بیفتی، سوار تاکسی میشی که 5 ثانیه زودتر میرسه. جایی پیاده میشی که با تاکسی بعدی اونجا پیاده نمیشدی. اون وقت امکان داره کسی رو ببینی که هیچ وقت نمیدیدی. یا از یه تصادف جون سالم به در ببری. هیچ اتفاقی، حتی ساده ترین اتفاق، اونقدر که به نظر میرسه ساده نیست. و هر اتفاقی درست سر وقت خودش باید بیفته. نه یک لحظه زودتر، نه یک لحظه دیرتر. اگه تمام دنیا جمع بشن تا یه اتفاقی فقط یک لحظه دیر و زود بشه، امکان نداره. تا خدا نخواد امکان نداره. و این چیزی که دونستنش آدم آروم میکنه. اینکه بدونی یه کسی هست که تو تمام لحظه ها حواسش بهت هست و چشم ازت بر نمیداره. حتی یه لحظه. تعطیله. بله؟ تعطیله آقا، تعطیل. چیه بچه؟ اینجا چی میخواه؟ بی برو بیرون ببینم. بی برو بای تو رو خدا الان بیا. مگه اینجا شهربازی این پشت قایم شدی؟ بیا بیرون ببینم. نکن اه. دیدی چی کار کردی؟ توی او چیجور اینجا سخت شدی؟ وایسا ببینم. آقا ببینم تو کجا بودی؟ نگاه بچه تو چون انقدر شری؟ آقا این بچت خسارتشو میده بعد میرید. خیلی خوب آقا ببینم. بیا اینجا بریم ببینم. کجا؟ مغازه ما رو به هم ریختی داری میری؟ آقا من خسارت شما رو میدم. همینجا میمونی تکونم نمیخوری. آقا من به خدا درگیرم، گیرم. خب باش، همه درگیرم، قربونت برم. دست نزن، قربونت برم، دست نزن. اینا دیگه واسه من جنس نمیشه که. آقا من خسارت شما رو میدم. چشم، چقدر میشه؟ شما بگو من حساب کنم. این شد، شما برو من الان حساب کنم. همینه دیگه، هیچکی نگرت نمیداره. همینجا آروم میگیری. من آرومم. خیلی، داشته؟ نه بابا ببینم، این هتلی که اینجاست میشناسی همینه؟ نه من که یادم نیم. یعنی چی؟ تو چشاتو میبندی میری توی هتل؟ خب همه هتلای که شبیه همن. 126500 تومن. چی؟ نخود چی؟ این 30 کیلو جنس ریخته اینجا. نگران نباش یوسف، بابام پولشو میده. من اگه میتونستم بابای تو رو پیدا کنم که الان اینجا نبودم. وایسی ببینم آقا، من بابا ماما نمیشناسم، من شما رو میشناسم. خیلی خب آقا، من حساب شما رو میدم. چش نه من فقط یه سر تو این هتل برم، تکلیفم معلوم بشه، بعد میام پیشت. بیا بریم. هتل میری منم میام. آقا من بر میگردم، من مامورم. منم جمالم، خوشبختم. آقا بیا بیا بریم بچه سرمون رو بیا بریم ببینم. نکن اونو میفته رو پاش. برو دیگه، عجب گیری کردیم امروز. ببینم همینجا بود؟ خوب نگاه کنم. نه ولی
کاش اینجا بود. مگه من آوردم تبلیغ هتل رو بکنیم؟ بیا اینجا ببینم. خانم ببخشید. آقا بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. ببخشید شما اینجا مسافری به اسم نامدار، نامدار بودید دیگه؟ بله. نامدار دارید؟ چطور؟ بچه‌شون گم شده، اومدم ببینم پدر مادرش اینجا. ایشون هستن؟ بله همینه. گم شدی؟ نه من گم نشدم، اونا گم. آقا با این کلکل نکنی، الان اینجا رو آتیش میزنه. شما فقط چک کن ببین اینجان یا نه. اگه اینجا بودن خودش بهت میگفت دیگه. شما اینجا بودین؟ من همین چند روز اینجا نیدم. به شما دیدی خانوم؟ نه ندیدم. شما یه چک بکن، ضرر که نداره. خانوم پذیرش بزن این نامدار ببینین اینجا بودن. اجازه بدی. کجا؟ آقای بول دوست که نگرفتی. من کی گفتم تو دوزی بچه جون؟ من بچه جون نیستم، اسمم نیماه. الانم اگر کلامو ول کنی میخوام برم دستشویی. نمیخواد بری همینجا واسه. آقا بچه هست میخواد بری دستشویی؟ خب بذار بره. خب میشه کلامو ول کنی؟ زود برگردی ها. آقا بالاخره چی شد؟ پدر مادرش پیدا شدن؟ اینجا؟ نه نیستن. نیستن آقا. میگم شما این از کجا پیداش کردی؟ تو بازارچه بود، داشت میپرید وسط خیابون، یه دفعه پریدم گرفتمش. وگه نه یه کاری دست خودش رو پدر مادرش میداد. بیکاری مرد حسابی. خب تو همون محوطه میگشتی دنبال پدر مادرش، نمیوردی تو این محل که مغازه منو به خاک و خون بکشه. آقا همونجا بودیم از صبح، تمام مغازه ها رو گذاشته بود رو سرش. گفتن چون من لباس سربازی تنمه، بعد ببرم بچهای گم شده رو مادرشونو پیدا کنم. آقا میگم بچه مگه گم بشه گریه نمیکنه؟ آخه یه بار ما یه مسافر داشتیم، یه خانواده بودن از اسپانیا، بلدی کجاست، از اسپانیا اومده بودن اینجا. بعد بچه‌شون گم شد، این مادرش آقا از این پله اومد پایین، همینجور خودش رو میزد، میگفت میخو میخو، یعنی پسرم پسرم. اسپانیایی دیگه، من اونجا یاد گرفتم. خلاصه آقا هتل رو گذاشتن رو سرشون. آخرش میدونی بچه کجا بود؟ رفته بود رو پشتمون دنبال کفتر. ما از صبح تا حالا این بچه اشک هممون رو درآورده. آقا ببخشید اینجا بلیت میفروشن؟ بله بلیت میخواد. بلیت قطار هم داره؟ بله داره. بله. اجازه بدین آقا فکر بلیت میرید رفت و آمد و اینا رو از سرت بیرون کن. تا خسارت من ندی من نمیذارم اینجا بری. آقا من که الان ندارم 100 تومن شما رو بدم. 100 تومن؟ 100 تومن چیه؟ 126,500 تومن. حالا هرچی، بذار باباش پیدا بشه، میگم یه 100 تومن به شما بده. 126,500. حالا اگر اومد و پدر مادرش پیدا نشد کی 100 تومن ما رو میده؟ 126,500 تازه. آها همین. آره. میگم که حالا شما از کجا فهمیدی اینا اینجا بودن؟ ها میگفت که از پنجره اتاقشون حرم معلومه. بک دلت خوشه ها. 100 تا هتل اینجا هست که همه پنجره‌هاشون رو به حرمه. بیشتر. نه میگفت که اینجاها براش آشناه. ببین این آتیش‌پاره‌ای که من دیدم، پدر مادرش از روی قصد گذاشتنش رفته. آقا جمال، من اگه امشب برنگردم بدبخت میشه. 2 سال سرباز بودی، این روزم روش. نه حتما بعد امشب برم. آقا شما بهش گفتی دستشویی کجاست؟ کسی اما سوال نکرد، خودش رفت. رفت؟ آقا رفت. این تا عروسی منو به هم نزنه راحت نمیشه. فکر ببین بچه رو به کی سپردن؟ عروسیشه؟ عروسی؟ آقا من میرم بالا رو بگردم. صبر کن بابا، خانم پذیرش هوا اینجا رو داشته باش، من برم بچه رو پیدا کنم. بله خانم بدیدار، من آدرس چند تا دکتر خوبو پیدا کردم. دکتر واسه چی؟ واسه همون مسئله دیگه. آخه اینجا لازمه؟ یعنی که اینجا کسی نمیدونه. خواهش میکنم لزومی نداره راجبش صحبت کنی. بله بله میفهمم. بله بله خیالتون راحت. من آدرس چند تا دکتر خوبو پیدا آقا کردم. آقا جمال میگم مثلا لازم نیست، خواهش میکنم، مثلا مهم نیست. نه یعنی مهمه. مهم نیست، میگم مهم نیست. بفرمایین ای بابا، مهم نیست. آقا
سلام. اینجا عکاسیه؟ میبینی که عکاسیه. این عکس رو شما انداختی؟ نه، این عکس رو من نگرفتم. من تو عکاسی سی چرا عکس نمیندازی؟ چرا؟ من عکاسم ولی این عکس رو من برم. تو همجور تک و تنها پا شدی اومدی اینجا؟ نه، من با یوسف اومدم دوستم. اون پلیسه. البته پلیس نیستا، سرباده، ولی دوست دارم بهش بگم پلیس. به نظرت ما اینجا عکس بگیریم؟ آره چرا که نه، میشه. بیا جان. سلام. علیکم سلام پسر گل. شما شبیه بابا بزرگ هستی؟ چون خب بابا بزرگم دیگه. این عکس‌ها شما گرفتی؟ آره بیشترشو من گرفتم. شما اومدی عکس بگیری؟ شاید. یعنی تنهایی اومدی یا با پدر مادرت؟ کسی هم راته کسی که من بابا اینجا. سلام حسین. صد دفعه نگفتم بدون من جایی نرو؟ خب شما داشتی طرف بزدید. بعدم آدم که یه بار گم شده دوبار گم نمیشه. حالا عکاسی اومدی چیکار؟ آقا سید ببخشید، این آقا نیما قبلا هم اینجا اومده بودن با پدر مادرشون؟ نه. من؟ آقا من خودم بچه بودم یه بار پدرم منو برده بیرون. البته من که خودم پدر خدا بیامرزم اصلا یادم نمیاد، مادرم تعریف میکنن. بعد آقا ما گم شدیم، من عین ابر بهار گریه میکنم. آقا جان همه یه بچه ها که یه جور نیستن که. بله خوب میام. نه مگه دیوانم نیام؟ من یه مشکلی برام پیش اومده، یه چیز، یه کسی کارش پیش من گیره، بعد کارش رو بندازم. بلیت گرفتم، میگیرم. یعنی آقا این امروز روز آخر خدمتشه، برای همین عجله داره. فردا عروسیشه، تازه باید بره یه جای دور. اسمشو یادم رفته ولی یه عالمه راشه. از تو دولو 10 نفرم بهش زنگ زدن. تازه یه چیزم میخواد باز عروس بگیره ولی خیلی پول نداره. های خوشبختی. ببینم تو از صبح تالا همه این چیزها رو فهمیدی؟ آدم ها وقتی با تلفن حرف میزنن بلند بلند حرف میخرم، میخرم. برای چی آدم بره آخه؟ نگفتم. بله، بله گفتی. ببخشید. خواهش میکنم، همه چی رو به راهه؟ بله. خب الان پاشو بریم. کجا؟ پاشو بریم اونجا، حتما میان دنبالت. بلیط گرفتی؟ میگیرم، چشم. پاشو بریم. ببخشید مزاحم شما هم شدیم. خواهش میکنم بابا، کاری نکردیم. ما اینجا عکس بگیریم. ببین همه اینجا عکس گرفتن. ما برای عکس گرفتن اینجا نیومدیم. پاشو بریم. آقا سخت نگی، اینا همش بدن خاطره میشه. خب من به اندازه کافی خاطره دارم. فقط بی زحمت من شماره ما اینجا میذارم برای شما. باشه باشه. که اگر اومدن سراغ بچه رو گرفتن شما یه دارم. خیلی خب اگه اومدن سراغ نیما رو گرفتن شما به بنویس. بذار رو میز. بذار شماره من آقا یا اول فصل. چی شده؟ آقا قلم کاغذ. نه شناسنامه‌ام نیست. آقا شناسنامه‌ام نیست اینجا. اینجا شناسنامه نداشت. آقا بدبخت شدم، بیچاره شدم. ای بابا، ای داده بیداد بیچاره. ببین امروز همینو کم داشتیم، یه الف بچه. ببین چه به روز ما آورد. خوبی؟ 7 بار باورتون میشه 7 بار تا حالا عروسی من به هم خورده. هر بارم یه اتفاقی افتاده. یه بار پدر بزرگ من مرحوم شده، یه بار پدر بزرگ اون مرحوم شده، یه بار دعوا شده، یه بار عروس پاش شکسته، یه بار من اومدم سربازی، یه بار به مرخصی ندادن، یه بار تصادف کردم توی راه. ای خوشبختی. هر بار برای یه اتفاقی عروسی ما به هم خورده. ولی ما نخواستیم که کوتاه بیاییم. هر دفعه من بهش گفتم که یه بار دیگه، این بار میشه. ولی
الانم که من 1000 کیلومتر از اون دورم، فردا عروسیمه، یه بچه گم شده افتاده روی دستم، پول ندارم، باید برای زن آیندم هدیه بخرم، تازه بدتر از همه شناسنامه‌مو گم کردم. آروم باش بابا جون، آروم باش، میگردیم پیداش میکنی. نمیتونم آروم باشم. ببین باید شناسنامه‌مو پیدا کنم. گوش کن، وقتش باشه ها، هر جور شده به مراسمت میرسید، باید وقتش باشه. من نمیرسم، بلیط، این بچه، من نمیرسم برم اصلا. بلیط هم نداره، میگم که اصلا بذاری من برم هتل رو بگردم، یه وقتی شناسنامه شاید اونجا باشه ها. آخرین باری که شناسنامه‌تو دیدی کی بود؟ چه فایده ای داره؟ آقا جان برو، برو هتل رو بگرد شاید پیدا کنی. بله شاید برو اونجا باشه، با اجازه. نیما نیست. نیما نیست. اه نیما، ای بابا نیما. سلام، باز اومدی اینجا رو به هم بریزی؟ نه. پس چی میخوای؟ یوسف داره زن میگیره. خب فردا عروسیشه، شایدم عروسیش به هم بخوره. میدونی چیه؟ چیه؟ منم میخواستم زن بگیرم، ولی شاید عروسی منم به هم بخوره. تو هم شناسنامه‌تو گم کردی؟ وا، عروسی کردن چه ربطی به شناسنامه داره؟ خب یه ربطی داره دیگه. یه کادو میشه از اینجا با زن یوسف خرید؟ تو واقعا گم شدی؟ نه، پدر مادرم. ولی فکر کنم یه چیزایی واسه یوسف بشه پیدا که. اینا رو نمیخوای جمع کنی؟ یه موندنی شدم، بلیطم گیرم بیاد که نمیاد، بدون شناسنامه رفتنم و نرفتنم هیچ فرقی نمیکنه. نه بابا جون، پشو ناامید نباش، پشو بریم هتل، ایشالله هم شناسنامه پیدا میشه هم نیما. بریم بابا جون. این روز آخری هم قصه شد واسه ما. اگه قصه نمیشد که زود یادت میرفت، این روزا باید یادت بمونه بابا جان. بگم کار ما شده پیدا کردن گم شده ها. حالا اگه پدر مادرش پیدا نشن چیکار کنیم؟ تکلیف ما چیه؟ برش میگردونیم همون جایی که بوده. خودم هم مجبورم بمونم. پیدا نشو؟ نه نبود. اینجا بوده؟ نه اینجا بوده. چه فرقی هم میکنه؟ ببینم به جستو هیچ کس نیست بخواد به این کارا برسه؟ چرا هست ولی با هیچ کی نمیسازه. حالا نیست که با شما خیلی میسازه، همش داره در میره که. بابا جان یادت از صبح تا کجاها رفتی؟ من از صبح 1000 جا رفتم. مگم سرکار چند ماه خدمتی؟ روز آخرم. آه بره همی حوله. نه واسه این حول نیست که، فردا میخواد دوماد چه. اه مبارکه. نه بابا چه دومادی؟ حالا وسط این بحث دومادی یکی میخواد بره دنبال این بچه بگرده؟ وحید جان، آقا من چند جاره بگردم؟ بله وحید برو پیش خانم پدیدار ببین یه بلیط میتونه برای این بنده خدا جور کن. آخه تو پدر مادرش پیدا نشن که این نمیتونه بره. ایشالله پیدا میشن. آقا تازه کلی هم به جمال بدهکاره، این بچه زده همه بساط جمال ریخته رو زمین. نداره با جمال حرف میزنی. مگه اونجا هم رفته؟ بله آقا قبل از که بیان هتل اونجا بودن دیگه. خب برو اونجا رو بگرد. اونجا رو من برم بگردم؟ برو از خانم پدیدار بره بلیط پرسجو کن. چشم، پدیدارم من بعد پرسجو کنم. پیدا شده. خب الحمدلله. حالا چرا اخم و تخم و ناراحتی داری وقتی پیدا شد شناسنامه؟ شناسنامه پیدا نشد، مامان بابای نیما پیدا شدن. آه. اصلا نمیدونستم بچهشون گم شده. باباش فکر میکرده پیش مادرشه، مادرش فکر میکرده پیش پدرشه. ماشاءالله. شماره رو داده بودم به چند تا از کسبه محل، اونا بهم زنگ زدن گفتن. آها
حالا پدر مادر نیما پیدا شدن، خودش گم شده. نه دیگه، من کم آوردم، نمیتونم. تا وقتی که همه چی پیدا نشه من همینجا میشینم. شما یه چیزی بهش بگی خودش پنکیده تو هتل ما. سرکار جون، سرکار، بلند شو بده بابا جان. نه خیرم، بلند نمیشم. تو کجا بودی؟ مغازه نخود کش میشی. من نمیخواستی با زنت کادو بگیری. معامل شما رو نداره، یه یادگاری از ما. آخه من کلی هم به شما خسارت زدم. نه بابا، اون که چیزی نبود، بی خیال. اصلا فرض کن یه کادویی واسه دومادیت. بله اتفاقا شما خیلی هم داماد خوششانسی هستی، برای که وحید به من گفت تازه یه بلیتی رو کنسل کرده بودم، برای شما اوکیش کردم. شما فقط به من بگو ببینم دو ساعت خودتو میتونی برسونی راهم؟ آره میتونم برسونم، ولی آخه باید نیما رو تحویل پدر مادرش بدم، بعدم شناسنامم. چیه؟ ها هیچی، ها بفرمایید، اینم شناسنامتون. افتاده بود تو مغازه من اون موقعی که داشتین گاهی موشک بازی میکردین، انگار از جیبت پرت شده بیرون. خب خدا شکر پیدا شد. من فکر میکنم دارم خواب میبینم. آقا وحید میشه یه سطل آب بریزی رو من؟ حالا تو این هیروبیر من سطل آبم کجا بود آخه؟ آقا جان بهت نگفتم وقتش که بشه همه چی جور میشه؟ امروز وقتش بود، پس تا دیر نشده را بیفت، را بیفت. آقا یکر یه عکس از ما میگیریم؟ البته چرا نمیشه؟ من اصلا معتقدم همه با هم بریم یه عکس دست جمعی خوشگل بگیریم. بفرد گذاشتی اینجا، درشو ببندی به تو سامورده تو نشه دوباره. خانم پدیدار ببخشید یه لحظه، میخواستم بگم که یعنی نمیدونم باید وایسم تا وقتش برسه یا اینکه وقتش رسیده. وقت چی؟ وقتش اینکه بگم، یعنی میخواستم بگم که من این روزا خیلی با خودم کلنجار رفتم. اصلا برام مهم نیست که چند سال زنده این. یعنی چی؟ گن زدم. یعنی خیلی مهمه ها، ایشالا 100 سالم زنده باشین، ولی هر چقدر دیگه که طول بکشه، 10 سال، 100 سال، 1000 سال. ببین آقا جمال، اگه منظورتون شماره دکتری که به من دادی، صبر کن من به وقتش زنگ میزنم بهش دیگه. نه نه نه، واسه اون نمیگم. میخوام بگم که اگه اجازه بدین، اگه اجازه بدین. اجازه چی؟ ازتون خواستگاری کنم. و البته گفته باشم و من یه بار دیگه ازدواج کردم، ولی بهتون قول میدم که هیچ دستاورد خاصی نداشته. قبول که سکوت علامت رضایت است. حاضر؟ لبخند؟ پشت همین پنجره تنهام بذار، میخوام پر از نم نم بارون بشم،